اخیرا روزنامه آلمانی دیورت گزارش مفصلی در مورد نقش ایران ایر در فعالیت‌های تروریستی رژیم منتشر کرده. همراه میشیم با خانم توبا حق‌شنو از آلمان تا بیشتر در این زمینه بشنویم. سلام می‌کنیم به شما خانم حق‌شنو و خیلی خوش آمدید به این برنامه. من هم سلام میکنم به شما و سلام به همه بینندگان برنامه روی خط ایران. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم امشب. اگه میشه شما به این سوال پاسخ بدید که در گزارش دیورت چه نکاتی در مورد نقش شرکت هواپیمایی ایران ایر در این اقدامات تروریستی رژیم مطرح شده؟ روش نکاتی انگوش گذاشته شده تو این گزارش؟ بله، اجازه میخوام قبل از اینکه به جزئیات گزارش در مورد مقاله‌ای که در روزنامه دیولت که یکی از روزنامه‌های معتبر آلمان هستش و در 4 آوریل 2024 یعنی همین چند روز پیش منتشر شد بپردازم، به یک نکته با اجازه شما اشاره کنم به این نکته. و اون چیزی نیست جز اینکه در واقع رژیم ایران اومده استراتژی بقای خودش رو روی اون بنا کرده و اون چیزی نیست جز استراتژی سرکوب وحشیانه در داخل و ایجاد بحران در خارج از کشور و تروریسم. البته این نخستین بار نیست که رژیم اومده از همه امکانات خودش در راستای تروریسم و سیاست جنگ افروزیش استفاده کرده، مثلا از سفارت خونه ها و حتی شرکت های هواپیمایی غیر نظامی خودش. شورای ملی مقاومت در روزهای اخیر یک افشاگری داشته در مورد تعیین نقش سپاه پاسداران در اداره شرکت هواپیمایی ایران ایر که این افشاگری در دسترس روزنامه دیولت قرار گرفته و این روزنامه با استناد به این به اصطلاح افشاگری اومده یک مقاله‌ای رو منتشر کرده که بسیار جالب و تأمل برانگیز هستش. مثلا اومده به وقایع و فاکت‌هایی رو اشاره کرده که در واقع این وقایع در گذشته شاهدش بودیم و خواسته این رو برسونه که در واقع رژیم ایران از همه امکانات خودش برای اهداف و نیات شومی که داره و عملیات تروریستی خودش در خارج از کشور استفاده میکنه، حتی از مثلا سفارتخونه ها و یا شرکت های هواپیمایی غیر نظامیش که این در واقع مغایرت داره با قوانین بین المللی. از طرف دیگه مثلا اومده در مورد بعضی چیزها صحبت کرده، یکی از اونها اومده به ترور دکتر کاظم رجوی اشاره کرده که در سال 1990 در ژنو اتفاق افتاد و جالب اینه که در همون روز که این ترور انجام شد شرکت هواپیمایی ایران ایر یکی از پروازهاشو لغو میکنه فقط به خاطر اینکه کسانی که مرتکب این جنایت شده بودن از طرف رژیم از اونها رو از ژنو به ایران منتقل بکنه و این در واقع گویای این هستش که نقض قوانین بین المللی رو انجام داده این رژیم. و حتی اومده در جای دیگه از اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم صحبت کرده و گفته که دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی قصد بمبگذاری در عملیات در گرد همایی سازمان مجاهدین در ویلپند پاریس در سال 2018 را داشته و اینجا به 20 سال زندان هم محکوم شده و بعد هم به ایران استرداد داده شده و البته قصدش از عنوان این وقایع این بوده که در واقع حتی به صراحت نوشته که اسدالله اسدی برای اینکه بخواد
همچین عملیاتی رو انجام بده نیاز به سلاح، بمب و عناصری داشته که بخوان اون رو همراهی بکنن در انجام این پروژه. و عملا تحت شواهدی که وجود داره این بمب و این تجهیزات از ایران به اتریش توسط همین شرکت هواپیمایی ایران ایر انتقال داده شده. در واقع شرکت هواپیمایی ایران ایر اینجا از اسدالله اسدی پشتیبانی کرده در یک عملیات تروریستی و این باز هم سهه میذاره به این که رژیم ایران قوانین بین المللی رو نقض کرده. در واقع میتونیم اینطوری بگیم که رژیم ایران حمل سلاح، پول و تجهیزات و همه چیزهایی رو که برای دوستانش مثل حوثی‌ها و حزب الله میخواد انجام بده از طریق همین شرکت هواپیمایی غیر نظامیش انجام میده. از طرف دیگه میتونیم بگیم که در واقع هر جایی که غرب مثل مانند امروز که دچار بحران هستش از بحران صحبت میشه، در واقع رژیم ایران بخشی از مشکل هست. این چیزهایی بود که درش نوشته شده بود و حتی در مورد یک گفتگو با آقای جواد دبیران از اعضای شورای ملی مقاومت در برلین صحبت شده که صحبتهای ایشون رو البته نقل قول کرده بودن که ایشون گفته بودن که رژیم از همه امکانات خودش برای اینکه برای صدور تروریسم و به اصطلاح سرکوب و سیاست جنگ افروزیش استفاده میکنه، حتی از خطوط هواپیماییش، از خطوط هواییش. و در جای دیگه گفتن که ایشون آقای دبیران گفتن که در مورد سیاست مماشات غرب در مقابل رژیم گفتند که این سیاست مماشات غرب در مقابل رژیم در واقع مشوق رژیم هستش در راستای ادامه سیاست جنگ افروزیش و عملیات تروریستیش در خارج از کشور. و خواستند که پروازهای ایران ایر به اروپا لغو بشه و سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره. همچنین در مورد تحریم ها گفتند که در برنامه اتمی گفته شده بود و خواستند که این تحریم ها فعال و اعمال بشه به رژیم. اینها نکاتی بود که در این مقاله اومده بود که البته باید گفت که آلمان و 8 کشور دیگر هم جدیداً بعد از این افشاگری خواستار تحریم های جدید و بیشتر برای رژیم شدن و اینکه حتی اسم یک شرکت هواپیمایی هم در این درخواست اومده بوده. این کاتی بود که میشد از این مقاله به اصطلاح استخراج کرد. ممنون از شما. به نظر میاد که افشاگری مهمی بوده که پیامدهایی رو هم داشته در سیاست گذاری های این کشورها که به اونجا شما اشاره کردی در واقع افشاگری توسط شورای ملی مقاومت انجام شده که روزنامه دیورت اون رو کامل و جامع بازتاب داده و منتشر کرده. سپاسگزاریم از شما خانم حقشنو از اینکه همراه ما بودید و این توضیحات رو برامون دادید در این گفتگو. خیلی ممنون و با شما من هم تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار. شما.